نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی که از ساعتی پیش آغاز شد، فرصت یافتند یک بار دیگر برنامه‌های دولت احتمالیشان را در صورت پیروزی در رأی‌گیری 28 خرداد تشریح کرده و از کارنامه حرفه‌ای و سیاسی خود دفاع کنند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی، در مناظره امروز بر توقف مسئولیت ناپذیری‌های دولت و افزایش اختیار مردم تاکید کرد و ابراهیم رئیسی نیز وعده داد با ایجاد سامانه‌های رصد شفافیت عملکرد دولت احتمالیش را در ویترین برای مشاهده مردم قرار بدهد. علیرضا زاکانی، نامزد دیگر اصولگرا، وعده داد در سال نخست ریاست جمهوریش تورم را به نصف برساند و گفت لازمه مبارزه با فساد تمرکز زدایی است. عبدالناصر همتی که نامزدهای دیگر را به همبستگی علیه خود متهم می‌کند، نیز همه مشکلات کشور را ناشی از تحریم‌ها دانست.